علي ابن موسى محمد ابن علي السلام عليك اريد كل هذا من نيت الله عليه وسلم انك المؤمن باشی بابا بریم باشی بابا 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 باشی
سلام علیکم. انشالله غم آخرتون باشه. خدا سعی شما رو کم نکنه. چی میخوای دیگه؟ من فاتح خونم. ببر بده. همین؟ و چقدر میخواد؟ همه میخوان آدم رو درگیزه بکنن. تو چی میگی؟ من به سید حسن کمک چیکار میکنی؟ وقتی که سید حسن خسته میشه من میگم وقتی خسته شد اصلا نمیخوام بخونه. برو بابا برو. آقا جون شما عزیزتون رو از دست دادید برای آقا جون پولت رو گرفتی؟ برو دیگه حال نمیدیش آقا. بلش کن آقا مرتضی. اینا جیب برن. یه فاتحه میخونه از صد دفعه میخوام پولش رو بگیرن. دادم بزرگش کرد. خدا رحمتش کنه. میخوام بذارم اشکره بخوره که همشه جلو چشم باشه. خدا فسیقه. خدا فسیقه. خدا فسیقه. خدا فسیقه. آقا مرتضی تو فکر مادرتو نمی کنی که با این عکس هم و قصهش زیادتر میشه جان من؟ این که رفت راحت شد. تو حالا باید فکر مادرتو بکنی که با خوبی و خوشی زندگی بکنه، سر سامون نگیره. میدونی مادرم محروم پدرمو واقعا دوست داشت. حالا همین عکسشو که ببینه به یاد اون مرحوم خوش زندگی میکنه. با کلابان بله یا ببرشون قبیله. سلام علیکم. سلام علیکم. جو نخورده ها بهشون بره. چه خدا سلام علیکم. حالا این عکس قایم کن شب سالش در میاریم. حالا همین چلش هم نشده هر چیز حساب داره بابا. خواهی من خواه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش کنه چه مرد نازنینی. میخواستم راجع به خونه صحبت کنم. این معامله نکردید یه مشتری خوب واسه نه دیگه نمیفروشیم. پس چرا گفتید مشتری برای شما؟ پارسال میخواستیم بفروشیم از هم جدا شیم چون که جامون تنگ بود. اما از موقعی که مرحوم عیال من و پدر آقا مرتضی به رحمت خدا رفتن دیگه اوضاع عوض شده. دیگه نمیتونیم از هم جدا شیم. خب من باید از اینا سرپرستی کنم. اینا جای پسرمه بالاخره. خدا حافظ. خدا حافظ. مرسقی سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رحمتش. از اون تو خود جاپونی هایی که پدرم میگرفت دو سیر بسیم ها بکنم. خدا بیامرز هر شب دو سیر میگرفت میبرد خونه. دادم من کشو بزرگ کردم. من نمیفهمم سلات زاری تو تخمه رو میخوای چیکار کنی؟ میدونی مادرم تخمه جاپونی خیلی دوست داره. پدرم هر شب واسش میخرید میآورد خونه. خب حالا که اون نیستش من باید این کارو بکنم. باریکلا شیر حلالت باشه. من تو باید یه کاری کنیم که مادرت اصلا نفهمه اون مرحومو از دست داده. تو برو پرورو دو تونو بخر من تخمه رو میگیرم. خب باشه. ببینم مادرت سنگک دوست داره یا تافتون؟ سنگک. همیشه به پدرم میگفت بغل تنور قهوه‌ای بگیر. باریکلا دو تا بغل تنور قهوه‌ای بگیری. بفرمایید. دست شما در باشه. پولشو پای آقا مرتضی بنویسن؟ نه. از امروز شبی دو سیر تخمه میکشی میداری کنار پولشم پای من حساب کن. چش خدا حافظ. خدا پولی تو اون دارو کلون کن یه وقت من دست سر زده میاد تا من یه دقیقه برم تو الان میرم بخوام بگیرم جواب بزنم تا نگیری. من گفتم که گل بازی نکن دستا ترک میخوره دند با کمینا بسی من که بابا بیا این هم مالکه دند رو باش برو لباز دستا دید خیلی خوب بودو بابا وقتی میای تو باید یالا بگی برو تو اتا بلا منی خواهش بسرم بابا جون گلقه صبر کنه نیای تو سلام سلام نیکن من چی شده خاله جونم لختی رفته تو هم خجالت داره اینجور نباید تو روی من بگی خیلی خواه من اینجا باشتم خود حالا خوبه بلا منی خواهم بگی آلا میدونم نه آقا مرتضا باشتا آقا مرتضا بابا رو میخواهی ببینی بیا من بابا این پاکت هم داده مادره بگو بابا خریده ها نه صبر کن بگو داداشم خریده خیلی خوب چه فرق میکنه آقا مرتضی بگو دلشون خوش باشه بابا ملک خان من این عکسو نیاوردم که بذارم تو گنجه میخوام دل چشم باشه که ببینمش اون چی که جوون در آینه بیند پیر در خشت خام آن بیند شب چله درش میاری خدا رحمتش کنه
خدا را خدا را آمدید آمدید بگو بذار بس کنه همون جو ایشالا پلوی عروسی به وزیزی نستاد بده من تا غلام علی زنده است خانواده‌اش بی سرپرست نمیشه. حتی جمعه جلو بابا کی میخواه وسط بکشن؟ از همهش میخواه بابا آماد ازا تا نمیه بیشی نیزه از صفره بابا شما بفرمایید من الان خدمت میشم آقا اون لطفا اون باش آبا حلوه رو بگیم بیا حلوه رو بگیم بیا حلوه رو بگیم بیا خدا رحمتش کنه فاتحه خدا رحمتش کنه اون مرحوم مرد بزرگوار بود از بزرگوارم بزرگتر بود بزرگی همه یه عرض محل واسه همه پدری میکن اون مرحوم اصلا فرشته بود نه فقط یه بای کم داشت که بالای سر همه بیرمان میکنه آره وانا اینجا پله بابا بشین بابا بشین آجا تالا یه دختر داشتم حالا فکر میکنم دو تام پسر داره آقا مرتضی که دوماده که فرق نمی کنه هم دامادمه هم پسرمه دو تا پسر دارم مثل دسته گل تو این مجلس راجب دومادی نباید حرف زد اگه بخواد دوماد بشه باید از داییش که بزرگترش اجازه بگیره حالا که وقتش نیست به موقعش البته از شما اجازه میگیرم ام اولا آب چرا میخوری گوشت بخور خیلی خوردم تو گلوم گیر کرده آب میخورم که بره پایین تا بازم بخورم این دیگه واسه چیه واسه این که به من نگفته بودی بده به من دیگه چیه دوغا عمر که دور میگذره به این زودی سه ماه شد سه ماه و ده روز با امروز سه ماه و یازده دمی نمی کنم گلوم علی خان باید همون سه ماه باشه این سه ماه اینم در مال امروز رو ندادم اینم مال امروز اینم یازده برم این تخمه دست شما درد نکنه مرحوم مصطفی خان همیشه از این تخمه ها با سر میخرید این از صداد اینقدر فکر اون مرحوم رو نکنین دیگه میخوام فکر نکنم مگه میشه شما میتونین فکر مرحوم اشرف سادات رو نکنیم آره من اصلا فکرشم نمی کنم یعنی فایده ای هم نداره مردا اصلا بیوفاست همه چی بود یادش میره اما غلام علی هیچی یادش نرفته یه روز صبح تابستون بود یادته تو پشت بوم میخوابیدی از سر دیفال نگاه کردم داشتی رخت خواب جمع میکردی یادته بیست و پنج سال پیش بود یادته؟ یواش مردم میشنفن همون روزا بود که بخواستم بیام خواستگاری اون مرحوم مصطفی خان رو دست ما بلند شد یادته؟ آره یادمه قول و قرارت هم یادته که گفتی هر خواستگاری بیاد رد میکنم آره یادمه آه حالا مردا بیوفا هستن یا زنا؟ داداشم مجبورم کرد اصلا غلام علی خان این حرفا چه معنی داره گذشته ها گذشته آره گذشته اما بد چیلی گذشته قیافه اکبر خان داداش تو یادمه اون روزی که به من گفت نشه خواهرم رو دوش درشت که چیلی بیدارم غلام علی خان حالا که سر حرف وا شده یه چیزی رو میخواستم از شما بپرسم بی
25 سال گوشه دلم قلمبه شده. چطور شد یه سال بعدش اومد این خواستگاری مرحوم خواهرم اشرف زاده؟ نمیدونم، دلم میخواست اقلا با شما فامیل باشم. شاید هم از لجم گفتم برم خواهرش بگیرم. دیر شده تا برسیم سر خاک فرود میشه. تصویر خودته دو ساعت دیر اومده. چیکار کنم کار داشت داشت باشه جا ببینیم سینما فیلمش نگاه کن. بعدم نمیدیا پوری میه بریم سینما. بابا موقعاتش درد میشه. اون دفعه گفت اگه یه دفعه دیگه با آقا مرتضی رفتی سینما نرفتی، یا من باید باهاتون باشم یا زینت شده. همه بچه‌های تمریکا با نوزادشون گردش میرن سینما میرن. ما را سلامتی هم پسرخاله دخترخاله‌ایم به هم نام زدیم. اون وقت حق نداری. چه میدونم، اگه زودتر عروسی میکردیم راحت میشدیم. ما حالا از آزاده میشه که عقل میکنی وقتی از آزاده در اومدیم عروسی میکنی. دادا از سینما رد شدیم. این فیلمش خوب میریم، میریم یه سینما دیگه. نمیخوام برو بخرید. به شانس خانمتون بخرید. به شانس شما. بیا برو ان شاء الله که ببرید. برو خود برو بلیط. خدا مرگم بده قولی مده خانم، میخواستم برم فاتحه اهل خوبی، من آوردی سینما بعدا میبینیم دیگه. دیر شده خوشه بود جنبا. حالا فیلمش چی هست؟ شوهر ننه یه جوونی به درش میمیره، در این که آب تو دل ننش تکون نخوره مادره رو شوهر میده. با خوبی و خوشی و سلامتی با هم زندگی میبره. مگه شما دیدی؟ آره دلم میخواست آقا مرتضی نمیدید. یه نظرم زنشه. نه بابا به طور زده بی چلو قول منی تو با من عرض کن. آقا جون آیا بوده عقبتر باشی؟ زنی گفتن مردی گفتن حیا رو خوردن آبرو ریختن. چی؟ که میگه پیر و مرد صف باستن که نوبت رو بده؟ پدرت پدرته به من جای تو رو گرفتن. برا سر جد جای ما پشت این کار من رو حال میدی؟ فهمون نمیدونی با چی برمی؟ بابا من میخوان دلی خوبی بریم. من هم خوبی نه ایشو هم منه فیلم خوبی ها ببینم خدا دلم خواهد شما بدم که دود از کنگه بارم به شرف بکشه پیرو هم من پایی رو نبرم کلان زدی بلکن نیستم. من خواهد خودی رو با دیگه نیست بخواهد شدم. خواهد آقا مرتضی ما رو گیده باشه چون خواهدی بسید؟ گیده باشه من خلاف شرط کردی خودم جواب که میدم. یه بریم آقا مرتضی مثل این که بابا می کو؟ اونو هاشم دارم میرم افتر خاک برداشتم. اگه ما رو دیده باشن چی؟ بیا زودتر بریم خونه. خب دیده باشن مرد یه دفعه شیرانم یه دفعه با حسن رفتیم سینما. جارم که نکردیم حسن به بابا نگی رفتیم سینما ها. نه به ننم میگم. نه اگه بگی دیگه نمیذارم با ما سینما بیای. هم به ننم بگو هم به بابای پوری. بلکه ما تا یه سال دیگه عروسی نکنیم نمیتونیم قایم موشک بازی کنیم. من مخصوصا چه به قول ملک ها میگم رفتیم سینما. بفرمایید اینم نوک. اینم مبارک بادش. خاکستم شکون داره. من فکرشو میکنم تمام تنم داغ میشه. روتون میشه بگی خجالت نداره؟ ما که باید برای اون آقا رو دعوت کنیم بهش میگیم دوتا سیغه جاری کنیم. شما که هر کاری رو آسون میگیم. هر خیلی آسونه، طلاق سخته. آقا میگه انکته و ما به هم حلالی. ببرم این درم توی شریفیم. ببرم وای تمام تنم مثل مرغ پرکنده دوندون شده. اینها نگاه کنی چی نتصادات. ما هنوز به هم حلال نیستیم. گناه داره. به جون پوری که از تخم چشمم بیشتر دوستش دارم الان ماره پشتم تیر کشید. میترسم آقا مرتضی رضایت نده. او خیلی غیرتیه. مجبور رضایت بده. گرویش پیش خودمه. کدوم گرویی؟ پوری اگه رضایت نده منم رضایت نمیدم. مرتضی مثل همه نیست، خیلی غیرتیه. همین عکسی رو که شما از سر بخاری برداشتی میترسم بیاد علم شهره بپاکنی. مجبور بودم. بفرمید بفرمید تخمه. اینجور چیزا آقا مرتضی رو یاد پدرش میدازه. خب بندازه. آخه کار ما رو عقب میدازه. پس یه جوری نرم حالیش کنیم که بهش نخوره. آقا مرتضی الان که از سینما بیاد خودش نرمه. هر شب وقتی از سینما میمدیم بیرون حسید الله میگفت نامستر یه فیلمی ساخته که همه عوض میکنن نلجنی. خب اسمت چیه؟ بابا آب باری کلا ما چیزی بگیرم. سلام سلام مرتضی خان سمندری به فرما دهنده شدین گوش. آچه بابام کو
حالا عکس بابا رو میخوای چه کنی از داره چیدی بوده هم دیشه این کن بابا خودش اینجا نشسته مگه نه اگه نه هستن اسمن چیه بابا آفاری کلا ما اینجا دیگی یا پولیس هم در میشه این کن دست شما درد نکنی آمارتزا بفرمون بفرمون خود سایه شما رو از سرمون کم نکنه شما جای پدرمون هستی حالا کنی اما من میخوام عکس بابام همیشه جلو چشم باشه ننه عکس بابامو کجا گذاشتی نمیدونم من بر نداشتم من بر داشتم شما بر داشتی شیشش ترک خورده بود دادم درست کنم آل که میگه بشین بفرما بشین زینت رو دادم چایی بیرید بابا زندگی دیگه یه سی با کندزی هوا 70 تا ملق میخوره تا به زمین برسه مقصودتون چیه؟ یه چی همینجوری بفرما درم چیه بابا نه نمیخورم خب سر خاک که نرفتی نه؟ نه نرسیدیم بریم چایی که بکش پس کجا هستی؟ هستم پاشو به اینجا چیکار داری؟ تو بیا بودو دیگه نمیگم کجا رفتی خاک بیرم من کجا رفته بودیم؟ نگی ها چیه؟ رفته بودیم سینما خوشم اومد همیشه دست این بچه رو بگیری پوریدم وردار با هم بریم سینما جوون هستی باید بریم تفریح کنی اصلا زین از صداد ما باید عروسی اینا رو جلو بلیم آخه چجوری ما حالا عزاداریم یواشکی آقا رو صدا میکنیم دوتا سیگه اقجادی میکنیم نفهمیدم برای کی دوتا همچین که همجور باید که عقلتون محکمتر بشه آخه مرحوم پدرم چی؟ روحش معذب میشه روح پدر تو مقدسه الان قاطی فرشته ها داره سیر و سیاحت میکنه ملائکه ها هر آدمی رو که تنها سر به بالین بذاره نفرین میکنن چه زن چه مرد فرقی نمیکنه الان روح پدر چه ناراحتی داره چه ناراحتی همین که نزدیکانش تنها سر به بالین میذاره یا باقی در هم تشوید بخار حسن بله اسم من چه بابا باریکلا بیا مشتتو بگیرم خب فیلم چطور بود خوش کنو من خیلی خوش آمد بابا ها آقا مرتضا خوشت من بد نبود خندیدار بود باره بابا کجاش خنده داشت پسر باباش میمیره 4 ماه بعدش به زور ننش رو شوهر میده آخه بیمرفتی هم اندازه داره اگه یه جا غیرت داشت نمیتونه تو نره سر رو جای باباش ببینه خب لابد یه علتی داشت بود شاید اون مرد آدم خوبی بوده یا پسره ریشش گرای اون مرده بوده تو اگه جای اون پسره بودی این کار نمی کردی چرا والا من اگه جای اون پسره بودم اون مرد چرا می خواموندم لبه باخچه سرشو گوش تا گوش می باری بوری چی به تو اجازه داد بری سینما ها؟ کجا میری من مردم سینما سرکار دختر منو برداشتیم بردیم سینما که کی به اجازه کی گلمنی خان آخه ما ناز سلامتی نام زدیم حسنم که با همون بود دیگه این حرفا رو نداره بفرمایید دهنتون رو شیرین کنیم بفرمایید نمیخوام دل باید شیرین باشه خب حالا که نراحتیم همون جور که فرمودیم یواشی که عقل میکنیم مردم چی میگن؟ جواب در همسایه رو چی بدیم؟ الان لباس سیاه تن مادرته شما الان گفتین ما معذب باشیم فرشته ها نفرین میکنن روح بابا معذب میشه من برای همه گفتم نه فقط شما دوتا چی بعد گریه پولی آقا مرتضا رو نرم نمی کنه منه بیداری آره چه سنگ بکر خودم از خود به چی جوانی این آقای مدیر جوزیف یه مجمع مثل نفس کردم خودت یه کاری کن بابام رضایت بدی اینا جوانن حقشونه اما خوب وقتم زیاد دارم ما چی تو آفتابمون لبه کنم اینا به لعنت خدا نمیارزه اینا خود بیاماز 2 دفعه بیشتر نپوشیده با مال مرده هم هست نیگه بستر ما نمیخواه من میخواه بری آخره مرض واجد نداشته نه بابا بیچاره پاشو گذاشته رو پوست مرد سرش خورده به سنگ حوض عمرش داده به شما
ساعتی 25 تومن. بخور که بی انصاف. 30 تومن بده خیلی شو ببینی. نه قولم علی خان 100 تومن کمتر نمیدم. بده به من آقا. آه خانم جون شما اصلا خیال فروختن نداری. وای سمینا زود غر میکنه. چیه؟ چیزایی بهترم داریم اینجا نباشه. ببینم. یه جلو. این نگاش کن تومن برگردن. یالا. وای آقا مرتضی بیدار شده. نه هنوز خوابه. سر صدا نکن بهت بخوابه. سلام علیکم. تبکم الله بالخیر. ببینم به این زودی شیشنش رو انداختیم. اگه نشون میدادین خودم میرفتم میگرفتم. اصلا راضی نبودم شما زحمت بکشید. آقا کار داریم میخوام بریم. اومدم دمه در چه؟ یه ماش خرت و پرت داریم دم در میفروشیم. تو برو چایی تو بخور. پولی پای سنوره. همون 25 تومنه بده من ورده برو. منه باری کلم. اینا رو چرا میپوشی؟ گفتم به دردمون که نمیخورم میگردم. 25 رو رد کن بعد برو آقا. چی رو بعد برو 25 تومن چه 25 هزار تومن هم نمیپوشم. اینا یادگار پدر مرحوممه. آقا جون 25 هزار تومن خیال میکنه جواهر نشونه. اگه 25 تا قرونم تونستی بفروشی ما این ریشا رو میترکیم. ول کنیم بابا. ولش کن بس بره. چه خبره؟ نمیفروشی؟ نمیفروشم. مرتضی، تو چرا همچی میگویی؟ نه، من یادگار بابامو نمیفروشم، نمیفروشم. حالا خواهد چه زهد میزنی؟ همه چه توی خونه بچه بچه شده؟ یعنی چه؟ بله فهم بزرگتر این خونه گره؟ یا آقا بردارو سب کن، من این فرنچیشو میخوام. خیلی خب آقا فرنچیشو نمیفروشی. آخی تو فرنچ میفروشی بچه. میخوام یادگاری میکردم. یادگاری میخوام اینکه دعوا نداره. پوتینش بعد تقریبا گاگوداری هم بپوشی. نمیخوام آخه این روش درشه داره. درشه آخرشه. چرا این تو نمیدفیز دمی؟ بارا بابا بیا بکی ننه بکی بده خلوم علی خان بکی نه بده خودش بفرما بنده زمی آقا جون یه برده برو اینو برده برو برده برو کلش بایی چون دیگه چرا کنم اینو؟ آقا مرتضی کرنج بردشتی یادگار به درد بردشتی بارا دیگه آقا جون اینو برده برو اون 25 رد کن بیا چی آقا مرتضی؟ سنگی قبر بابا من بفروشم اینقدر خودتو ناراحت نکن بفرمایین این اتاق مگه چایی نمیخوریم؟ مرتضی تا صبح خواب به چشمش نرفت اینا موقتیه امروز پولی رو میفرستم باهاش صحبت کنه حرف زن تو گوش مرد یه جور دیگه صدا میکنه وقتی نرم شد خودم باهاش صحبت میکنم کلک کار میکنم راحت باش خدایا هر کی خیره همون بشه آیا یه لفت که اومدی در خونه رو زدی چی که بزرگی از گوشه ده بسی زنی آیا آقا حضرت آقا ببینم بسی چی زدیش آیا تارت نمیخوره برو سر کارم این یه که بود شیوار ننمه پاشو برو حسابش برس پسر بلش کن زرون بهش نمیرسه پاشو چند تا بر بچه رو میبریم دماغشو میمانونیم بخواه سر دسته یک که بزنهای محله من اگه که تو بودم پسر یه نرخر بیاد ننه آدمو بگیر آدمو تو خونه را ندی کشیدن بزن آدم واسه بر را بر نگاش کنه مفصل تو شد خدا مرگم بده هنوز عصبانی چه اینجا اومدی چیکار؟ اومدم ببرم ات خونه ها؟ من یه عروس تو منو میگوردی خونه تو باقا ترخی رفتی دلم شورزم ببینم این دفعه چه میاد ماشینشو ببره ها؟ دو سه روز دیگه بیا برش دار برو خدافه گفت تو همین هفته کلک کارو میکرد نه بابا اصلا این بابا دمدمی یه روز میگاره فردا میگه نه باز دو مرتبه میگاره باز دو دفعه میگه نه پوری همین فردا عهد میکنی تا رئیس هم ازش بده ببینم چه رضایت داده با یه شرطی رضایت داده که اول از عزا در میگه نه بچی شرطی چی؟ میگه باید همه سر و سامون بگیره همه؟ یعنی چیا؟ مخصوصش به خودشه و چرا تو لحفا فرق میزنی؟ رو کراس بگو بینم چیه؟ خلاصه بابا میخواد زن بگیره حالا اون زنی میخواد چیکار کنه سر پیری؟ بابا پیر نیست تازه 46 سالشه باشه کس که یه دختر بزرگ داره نباسه زن بگیره امشب خودم دارم باش صحبت کنم رایش میزنم اتفاقا خودش میخواست با شما صحبت کنه گفت با آقا مرتضی بگو اصلا بیاد قهوه خونه قصه نخور من نمیذارم این کارو بکنم قصه من خیلی هم خوشحالم خوشحالی که میخواد برای زن بابا بیاره تو خونه اون که
میخواد بیاره زن بابانی خیلی هم دوستش داره. ببینم کی رو میخواد بگیره؟ اگه گفتی کیه؟ من چیو میدونم؟ مگه من میشناسمش؟ آره خیلی خوب میشناسیش. خب کیه؟ میدونی خنده ای نمیفهمم مهربونی این نامدرسه چی بود؟ هی میگه من جای پدرتم را نمیرا به حسنی آب نبات میده. یه روز ما از دهنمون پرید گفتی مرحوم پدرم واسه ننم تخمه جاپونی میخرید، حالا هر شب خدا یه پاکت تخمه میخری میاره خونه. این از صدا بفرمایید جلیل شیله که هیچی برای من باقی نزد. آقابه چی میگه؟ همین سرخاب شاب مرده سرخاب ببالم خواهد بشم. بابام چی میگه؟ با این ریخت زردم بو اگه آقا مرتضی تو رو ببینه رنگ میکنه. میخوام نوپات گول بیفته. بیا یکی دیگه هم بخور. نه نخونده یه هرم خوش نیم بخور بذار بتونی حرف بزنی زینه دلم. فکس پوریرم نکن مگه دختر قطعه. زری پس این چایی چی شد؟ الان میاره. بگی برو برو زود باش اما موازه باش که چایی رو نره جیا. برو ببینم مردیشون کنه تو ببرن. این دستش به اون دستش ذکر میگه. شب عروزیدم باید ساکیه دو تنه کرایه کنم که هنوز نرفته برد میگردونن. من شانس ندارم مرشون کسی به تو ببرن. زری بس چرا نمیاد؟ داره میاد داره میاد. اینقدر اخم نکن. نگاه کن با یه من اصلم نمیشه خوردش. لبخند بزن بازم بیشتر میخوام گندونات پیدا میشه. برو برو ببینم برو گم شو. تا رسیدی کشیده اول و محکم بزن تو بوشش دیگه کار دماشه. آه فهمیدم. سلام. چند وقت به زدیر ندیده بودی آقا مرتضی؟ بزرگ شده نه؟ بفرمه خیلی دخترم. آقا مرتضی سوختی مره یک چایی دیگه برداری. بفرمه اینم سه تا چایی دیگه. حاجی بله اون صفحه دوست دارم و بذارم چش. آقای از این بغل بده یه خود نوشینی خوشتم برای دست دفرز من میخوان دست دل باز چیدی بس بسن چهی حالا مرد نمیشیدی. خیلی خیلی خیلات میکنم. تو چقدر کار کردی؟ رد کن بیا. تو چقدر کار کردی؟ ما 25 تومن بیشتر گیرمون نمیمد. وسط هفته مسافر شب دنازی نصف میشه. اون نصفش هم که ماشین ها میبرن. بفرم تو رد کن بیا دینا. یک تومن مزد خودم شید تومنم خوران که اصل کنه. آه واسه کجا؟ من پیچه افتر میگام کنه خیال میکنی شوهر ننشم. آما دیدم اینجا باشیم بریم شما دیگه باشیم بریم. من کار برم بریم کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. چرا انقدر دیر اومدی بابا؟ چایی بیار بابا. پوری ندیدی؟ آره دیدم. خب چطه؟ میخواستی چند باشه؟ نفتی؟ نه، حواسم خیلی چنده. چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس میخواستی چجوری نگاه کنم؟ آقا مرتضی این کارا خوب نیست، من جای پدر تو هستم آقا. این شخص پدر من نیست! پدر من یه مرد بود! رفت و تموم شد! ایش کم نمیتونه جایشو بگیره. چه خیلی دعوان شده؟ شما کار نداشته باشید، بریم کنم. آقا مرتضی، باش بریم خونه. شما دیگه برین گم شه. من شوهر ننه نمیخوام. نخواد ننم هم شوهر نمیخوام. نخواد. آخه شما خیال داری ننم هم ازم بگیری؟ من؟ آره پوری بهم گفت. پوری غلط کرد؟ یعنی که پس شما به پوری نگفتی که با من صحبت کنه؟ نه خودش به من گفت بابا شما اگه خاله جونو بگیری خیلی خوب میشه. منم گفتم اگه خیلی دلت بخواد مرد خاطر تو حاضرم. اونجور که من آقا مرتضی رو دیدم میترسم همدیگر خونین و مالین کرده باشم. برو سر خیابون ببین داداش و زینه دارن میان یا نه. اگه دارن میان که خودشون میان، اگه هم ندارن میان که من برم سر خیابون چطور باشه؟ جلیل که الهی که هر چی بهت بگن یه جواب حاضر داری. باشه بابا باشه صورت پدرتو ماچ کن دیگه هم از این حرفا نزن. باشه صورت شوهر خالمو ماچ میکنم که مثل پدر بزرگت کرده مثل پدرم دوستت داره. ببین چه جوری قلبم میزنه. ببینم از چهه؟ از چه میزنه؟ برای که پروی چه معنی داره؟ از خود دست میزنی؟ یه بسید دیگه جواب بدیم این زبونه فرق حلقت میکشم بیر.
ننه اومدم. سلام بابا. حسن من چه بابا؟ باری کلا درست با کن مولا نتر این کار نداره که جوال دو زر بشتی. به نظرم آقا ما چطور رضایت دادی؟ هرچی خدا بخواد همون. یا الله سلام. سلام ننه سوال این دو سلام ننه بگیرم لوی خوردونه برن توری جون بدش من رخت خوابانه که رسالا فنگ کردیم حسن که نسیم بخوره خونه از بشی جای شماره هم انداختیم دو پشت بوم آقا به پشت بوم میخوابه ننه هم تو اون اتاق میخوابه توری هم تو این اتاق بباکین هم تو ای بون اه آخوش چه زنی باید میتونه اصلا نپرسیدم چطور شده جای من انداختیم دو پشت بوم مرتضی تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو همیشه تابستونا رو پشت بون میخوابیدی. پس شما هم چطور بیانه رو پشت بون؟ پشت بون جای مردا. تو بادر میخواد توش نماز بخونه همه مردای در همسایه نگاه میکنن. ای پشت بون جای مردا هست پس جای قلمل خانون انداختی ها؟ لا لا هلا لا بابام کم از در داره نمیتونه از سلا بالا بره. تو کجا میری؟ مگه شام نمیخوری؟ غلام علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادیم اخدا کشی دهنه تو آب بکشی نه خدا نکن آقا مرتضی بله هر تو کنو با هم زدیم این حرفا چی اخوره جمعیری نزدیک بود منو با این پیر من دعوا نمیدیم چی اونجا نشستیم بزبز میکنیم بلندتر بگیم ما هم بشکنیم دیگه چی میگفتیم همون احکنون یبوشکی احکنون بی احکنون ما حالا عدا داریم آقا مرتضی میرون نظام وظیفه خدمتشو که کرد دو سال دیگه عقل میکنیم دیگه هم عقل نداریم تموم شد خودتون گریه نکنیم یک نکنیم کنیم آقا مرتضی بیا کنم شما هنوز نامحرمی باش پای دلداری شده میشه شما شرکون سفتون در بردیم بابا جان چه بوی عذیب میکنیم عزیز یه دفعه که به قول من خندفتی بابا این بوشی تا افیق میبادم میتونم نه 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 نشم کن بوشی منو ببارم بوش کن مرتضا بودت به این بچه رو بیده بیا ببینیم چرا این بچه رو اینطور میزنیم؟ چرا اینقدر بی انصافی؟ بی انصافونه که من و پوری رو منتر خودش کرده بی انصافونه که همه اهل این خونه رو منتر خودش کرده حسن بیا بیش من بیا بیش بابا اگه از چهات تکون بخوریم میدونی چی کارت میکنم همونجا سرکت فایستا بچه جون چرا همچی میکنی؟ تو فکر مادر رو بیچاره رو نمی کنی حالی که ما هر دامو بیچاره شدیم هر دوش Oh, my God.
وقتی پدرم سرش خورد شب بلند شدی منو بیدار کردی اینو بپرسی؟ آره ننه بگو، من باید بدونم چه ساعتی بود. وقت نماز صبح. شوهر خالم بیدار بود. تو چته؟ هزیون میگی حواست کجاست؟ تو اون روز با غلام علی خان مسافرت بودی، دو ساعت بعدش رسیدی. کجا میری؟ وقت نمازی، میام وضو بگیرم. تو رو خدا بریم که ما رو میخوام وضو بگیرم. اون دو چه خبره؟ آقا مرتضی و پوری باش خاک بسترم، اون دو چه کار میکنه؟ شما چیزی میشناسی؟ نه، به نظرم رفتم رو پشت بود. بیا من دیگه کجا بیام؟ یه بالا بیرشون کن، قول ملی خان بعدی بس ما بعدی واسه اونا. آخه اونا جوون هست، یه خوشی خلبت کردن دارن درد دلک میکنن. خب ما هم پدر مادرشون هستیم، باید بگیم اونا چی میگن. برای اقب، خود تقصیب شما یه خود عقبتر باشیم بده. آخه نمیخوام اونا ما رو ببینن. خب اون طرف تله ها قایم شیم. من اونا رو نمیبینم آخه. پس من برم اون طرف. خفم کردی خلو ملی خواه ای بفهمم مثلا چی کار میکنه؟ خب خون را میفته. نه یه خود داد و بیداد میکنه، بعدا مجبوریم که زودتر رضایت بده. بچه ها رو ببینی از اونا یاد بگیر. ما شنیده بودیم که بچه ها باید از بزرگتر ها چیز یاد بگیرن. اینطور چیزا رو بزرگتر ها از بچه ها یاد بگیرن. دوست دارم پوری، ای بابا تو رضایت نده تو رو برمیدارم، این شهر فرار میکنم. اینا چلا یه با هم فرار کنیم دو توی باش. مثلا صبح سهر پشدم که گناه داره، آخی ما هنوز نامحرم. لعنت خدا و دل سیاه شیطون. خب اگه آدم خیال برنامش دوشه پیش از عقل یه نظر حلاله. یه نظر تو؟ خب دیگه جوان ها رو دیدیم، یاد جوانی مون هم دادیم. این کمری هم باز نسیم خود درد. یه خود اعتراض کن این خود ولی خواه. نه آقا مرتضی، داد و بیداد فایده نداره. باید یه کاری کنیم بابام خودش رضایت بده. آخه چیکار؟ من میدونم چیکار، اما اگه بگم میترسم و خودی ترسم. خیلی خواب نداره، خودم صبح میرم باید صحبت میکنم، شاید دلشو نرم کنه. شما باید یه خورده احتیاط کنید قول ملی خان، آخه کمرتون مفنگیه. کمر من مفنگیه؟ این هم صدا را اگه آقا مرتضی رضایت نده چی کار کنید؟ نمیدونم یه کاری کنید رضایت بده، هرچی را کابوس خواهد جور هندوستان کشند. هر که را تابوت خواهد جور هندوستان کشد. شما هر چی بفرمایید من آدم. حرفی ندارم. پس دعوا سر چیه؟ دعوایی نداری. یه نفر یه قالیچه نو داره، میده یه قالی مستعمل میگیره. دو طرف معامله راضی، معامله انجام. خیلی خوب. یعنی چی؟ یعنی
یعنی بابام میگه تو که دختر منو میخوای بگیری؟ خب دیگه یه چیزی به چش بگیری. باری کلا از تو کوچیکتره اما عاقل‌تر از توه. من حاضرم شیر باها مهر هر کی معین کنین حرفی ندارم. آقا مرتضی خنگی یا خودت به خنگی میزنی؟ من جای پدر تو هستم. اینی که دارم بهت میگم قلمن خان شما شوهر مرحوم خاله من بودین، چند وقتی هم میشه پدر زنم میشین، در حق منم خیلی پدری کردین، اما جای پدر من نیستین. دیگه هم نمیخوام این حرفو بشنوم. پادر رو پای من وردا دو ساعت باج گوشه رو پای من دور میده. من خیال کردم پای پوریه. دیگه بعد چرا داری پای دختر من لغت کنی؟ شما اگر عقد نکردی. خیلی خوب عقد میکنم اگه شما اجازه بدین. یعنی اگه شما اجازه بدی اجازه بندم دست شما. چرا داری شما بزرگترین اجازه ما دست شما. همین دیگه درد اینه که شما بزرگتری کوچکتری نمیفهمی. تو که بخوای که نخوای من سرپرست همتون هستم، جای پدر تو هستم. نه خیر پسر جون، من جای پدر تو هستم. نه پدر این که هستم. لا الان برادر کوچیک تو حسن 10 سالش هنو قدش دار گردن همه که حواسم بعد این بچه هست. ننه من نمیخوام، ننه جون نمیخوام. چیزی نیست ننه، نه کشم هم بذاری تموم میشه. اما خمیسی رو خود دست به جنبونین. اما مردم میاد ننه جون من میترزم. ترس نداره ننه، آخه میبرن. الهی قربونه ترسا نبرن که مرد نیست. من نمیخوام مرد بشم زنده ای. اگه میگه حسن جون باید مرد بشی، زن بگیری، بچه دار بشی، اون وقت بسرت خلط میکنی. من بسرت هم خجل نمی کنم. قمر خانم از داده هم هیچ توقع نداشتم یه همچی روزی نیاد. با قلمالی خانم قهره با من که قهر نیست. ننه زنزی میگه میبرن. نانه جون خط میدازن. ببین خر نه یعنی خط بنه. دو روی خط میدازن. این خط داره. لا لا ما بزنی این بزنی اومدم رخت خوابشو بندازی. لا این سفیدم بکش روش. این با خوابی سرم نه. سب کنی. خب حالا بفرمایی بیان تو یک کلو وسط آب نباز آوردن. بزنی بای خدا محکم بده همه کارم میگه. گریه نکن مادر، قرص برم لازم. نه بسی چی گفتی به نزه ننه؟ بسی تو از این دیگه ننه. ننه من نزه نم نگیزم. خط نمیزم. سرمان ایسی همه آخا مزیزم یک کار نکن هول کنی. من گفتم خط نمیزم. بس میخوام ببرم. یکی به لازم هم نرسه. بابا جون بری نمیزم. بابا این بچه زهر سرک میشه و هم جوشه. ننه میدادم ننه. چرا همچنی کنید؟ این بچه زهر سرک آب میشه بابا. آقا مرتضی بلش کنید، بلش کنید. بسید تو گوشمن دارم به قبری این برنده بلش کنید. قرار میکنم قرار نمیکنم. بیا بریم بابا، بیا بلش کنید. بیا بابا، بیا با خودم بریم بابا. میدونم نترس، این آقا رو میبینی چقدر مهربونه. یواش مثل یک قطعی میخوام مداد و مداد ترسیم. نکنم نگیشم بابا. همش تفصیل اون مرحومه. 3 ساله بود گفتم کلک کار بهش کنی این گوش نکن. بابا تب خودت خد. من برد نیستم از اینجا برم. خب من که مدرسه نرفتم که نه. بکی رفتم خودم میگیم. نه این یه خط مخصوصه فقط این آقا بلده. شما دستا که نگرد داری شما هم پاهاش رو. اگه دست پا بزنید زیادی برگه میشه. حتی بده من. نه من میخوانم نیست که بیش داری میره هرونه میخوانده من. دیگر اشتا. برو میافتی بسی جون. میافت. حسن. حسن چون برگرد. باری کنم. باری کنم. باری کنم. دیگه من خدا رو میافتی. خدا رو برگرد کنم. بچه بکنم. حسن. من کیتم بابا. این بسن نیستی. اگه بیشون رو خودم میدوزم پایی. حسن تو مایی داشتی تو دوست نداری. دوست نداری. اگه بخواه منو بگیره خودم میدوزم پایی. تو برو پایی. اگه خدای نکرده افتاد میگیره. برو. حسن جون میافتی. وایسا. یه وقت میافتی. آمد تا بار تو خرابه. بدو. خدا مرگم بده خدا. نه نه حسن پس نرو. یه وقت میافتی تو خرابه. نه نه خیلی خب نه 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 قربونت برم. بایسی همینجا بایسی نمیجا. حسن بسا حسن. اگه خودتو بندستی من میگیرم. نه بگی بپوش خب میسیزه. نه کس کسر جون یه وایسی که خب میندازم. آقا مرتضا مواظب باش. جلو نه 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 نه.
چیدم بهت بدم. نمیخوام. پاشو برو بیارش. بیا دیگه خاطرلو سکا. بیا پیش خودم بشین اصلا. حسن جو. بیا پیش خودم باوجود. نمیخوام. من کیم ها من کیم. نمیگی؟ داشتم دعوا میکنم. خیلی خوب. بیا برو پیش مادرت بشین باوجود. بودو برو بشین. بودو. پوری تا اشتامون کور نشده بسات نهار رو بند کن. چشم بابا. بخور حسن. چه؟ این مال خودمون دوتا بیشتی نگیا یه و شکی میریم بالا بفرمایی دست بخت زینت سادات خوردن داره نوش جونتون بابا قاشق براتون گذاشتم نه دست بخت زینت ساداتو باید با دست خور خانم دست شما درد نکنه واقعا خوشمزه شده نوش جونتون اینجا بوتو بکنه بیمیم من جلو نرم نمی کنم رفیلت هم میخوره؟ نه اون ازش نیست شما دوتا چکی با هم پچ پچ صحبت مردونه از کار نداشته باشیم بابا من میتونم گوش کنم نه بابا تو هنوز بچه ای؟ من میتونم گفت هر بچه ایده که خط نکنم مرد میشه چرا میخندی هم تو خنده دار بابا قلم علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادی؟ آقا مرتضی دیگه بچه نیست مرده اگه مردی به این چیزاست میخوام 70 سال سیا مرد نشه مردی به این چیزا نیست که ننه دلش همه خدمه کردم آقا مرتضا خوش رو صداشون کن بعد بابا ما عزاداریم من اینه خور من خواهم تو خونمون عزاداری نیستی که عزادار نیستی که باش برو صداشون کن بگه مگیسو یرم کنم من را سرشن میکنم آره جونم برو بوده بابا خیلی خوشم میاد زینت سر پاشو بریم چرا؟ چیزی؟ آخه من هر جا میرم این شعر رو میخونم بینید جا بیاید اومدن شعرش با به دل منه وقتی دیگه این شعر رو نخونه چیشو؟ چیشو؟ ماما چیشو؟ این شعر قلدره رو که یاد شعر شوهر ننه آره دم به ساعت این شعر واسه ننه میخونه بیا بریم فکر نه تو برو من باید خودت تنها باشم تو حالا سر جاش بیاد برو یه چیزی دیگه بزنیم بابا بلند شو برو بیاری زود باش یه رنگ دیگه بزنیم یه چیز دیگه بزنیم زود باش یه رنگ گری آه باش دروی خودت نیاری هم لادم بزن حالا من خواهم باید اجازه بدم اجازه مام دست شما سلتون خواهد درخته اجازه بدیم دیگه
خودتی چرا فانه میشی؟ تامات جان، تو حرفی نداری که ها؟ بلا نامرم چه میشه؟ نامرمی نیزون که رفیق جونجوری که ترتیب کار اینا رو خودم میدم سب که حالا سب شد باشی میدم باشی باشی خوش بروشی خوش برو خوش دروش حالا بشینی بشینی حالا بزنی بزنی میدم بزنی بونی باش برا باش بابا باش برا باش بابا باوری کلا Thank you.
مادر ولشون کن آقا مادر آقا مادر ولشون کن بابا یه مش لاستات آقا مادر ولشون کن بابا ترسیدن رفتن هیچ کدوم تو مرد نیستی هیچ کدوم تو خطره نکردم تو چی میگی دیگه بیا بریم اون برای یه خود بزرگ بعد جلو این آخه آخه مگه اینو نمیتونن ما نام زدی چرا؟ یه مش لاستات بودن خب آدم دو تا ایزیر درخت قدم بزنیم اصلا اینجا مگه حرف بعدی زدم تو دوست نداری زیر درخت رو تو درختش نمی داشته باشی من خیلی دوست فرق نمی کنه حسن جون من این درخت دارم دوست دارم تو زنی مرد نیستی که داداشتم که مرد نه خب برو پیش ننه مگه نه اون هنوز مرد نشده ننم گفت بهت گفتم برو پیش ننه ده برو آخه چرا این نقی که ترک میخوری ها خیلی دوستش دارم پس چرا اینقدر نوکیشو میچونی؟ های نوکیش نشونم به همه چی میخواد دخالت کنم حتی جون برو پیش داشت داشتم بکنم پیش شما پس برو پیش محمد آقای دا کدوم طرف هم؟ همون طرفی که نیزه از دیب گلاوی گوشه بده کدوم نامی نیزه داشت ما پشت روی در اومده آره بابا نه چی چی رو پشت رو از جنه مری جو من خیلی دوست دارم چرا نمیگی؟ گفتم که نه دلم میخواد همیشه بگی خیلی بگی خیلی بگی بچه های امروز خیلی زر و جون خب از تلویزیون یاد میگیرم دیگه تلویزیون ندارم بابا کارش میکردی به تا چند پیشک داداش داداش کلی کجا رفتی دیگه برمی دی بالا درخ رفتی چی کن فضول نخواستی مای بهت نگفتم برو پیش ننه چرا نرفتی رفتم بابا گفت کل من خان گفت برو پیش محمد آقا ما اینکه محمد آقا نه اینکه نیستم نه اون طرف پس چرا نرفتی پیش اونا رفتم گفت برو پیش داشته ببینیم پایین تو این نصیبت خیلی بد اخی میکن برای مدیری را گفت میری خواهی من بهش خفله میکرد ننه چی کار میکرد؟ بهش فسته بود قول ملک خان چی؟ آواز میخون تو سری فیدی و مرکی گیری نه داداش خیلی هم قشنگ میخون تو خفه شدی که چی میزنی؟ این هست برای اینکه این عروسی سر بگیره ما باید اول از ادا در بیانیم شما دیگه لج نکنیم آقا مرتضی داریم دست بده من ننه افاش بریم این چنادر یه خورده بکش جلوتر میترسی گناه داشته باشه آقا مرتضادم اینجور با مادر سرد نمیزنه که آخه ناز سلامتی ما عزاداریم چطور صحبت عروسی ما که میشه میگین عزاداریم اما واسه رقص و آواز و ساز کمون که عزادار نیستیم آقا مرتضام هر داره یه نرسده جوونه میخواد بوسر سر سامون خیلی باید تحصیل این کار رو بده بفرمایید اینشالله هر که پاک رو نام به شما باشه بفرمایید بی نفت داد اینشالله اما آخرتون باشه خدا بیامرزه و ببرد بی نفت داد شما حالا خیلی زود این حرفا رو بزنید نه بزرگتر هم هنو آرزوها دارم بفرمایید تو خوش آفونی هم بیشنه اکر از موقعی که من سر صورت رو صفا دادم و لباس رو عوض کردم اینگاه 20 سال جمعون شده این آهن رو گوش کنیم این چی میگه اونا ولی کن قباحت داره این حرف مال جبون هاست زری این شیر میره تارو تا آقا هسته بکن پاشو پاشو برو پاشو برو بفرم نه همه ندارم شما بفرم نه نمیخوام کجا حالا من با اشتر خان یه کار خصوصی دارم اشتر خان یه دقیقه شو بیر اینجا یه دقیقه شو بیر اینجا تا آقا این که کاریه که ما نباید بدونی لابد ما نامحرم شما که محرمی ما نامحرمی زنده ای به دلتون بد نیارین شاید یه کاری خیر باشی بچه جون انگه شیرنی نخور گناخ میگیری خبر بسن بلاشی من خجالت داره منو تو پا مونده خجالت تو باید بگیدی که سیبیلاتو ترشیدی
کوچک مستی بازی در میاری. خجالت خودت بکش. دخترت هم میخواد به آقا مرتضی قائل کنه. حالا من چی از این خجالت بکشم؟ آقا مرتضی جای پسر من. مرتضی کجای کاری؟ میخواد شوهر ننت بشه. آقا مرتضی این از صدا پاکی بودم تو دهنه. من چند روز نشستم قلمن خان یه همچی حرفی بزنه. اما اینکه به شفاف خون را میندازم. من نمیفهمم شما چرا اینقدر گندش میکنی؟ ما از عزا در اومدیم که زودتر آقا مرتضی و پوری با هم عروسی کنن. خداییش هم بخواین من و زینت سادات هم باید به هم حلال باشیم. ما میخوایم توی خونه زندگی کنیم. اینا زن و شوهر میشن میرن توی خودشون. منم یه مردم هر جوری هست زندگی میکنم. تکلیف این زن چی میشه که با یه بچه صغیر باید بی سرپرست زندگی کنه؟ شما نمیخواین خواهرتون سر سامون بگیره؟ خواهر من بی کس و کار نیست. نمیخواد دلسوزی بکنی. من مادرم رو تا خود چشم نگرم دارم. این خونه هم هر چیزی تر باید بفروشیم تا تکلیف ما معلوم شه. خونه مال تو نیست که تکلیف معلوم میکنی. خونه مال پوری و زینت داداست. من اگه سرم بره این خونه رو نمیفروشم. یادگاری پدرمی. تو همین ایوون چک و چونشو بستن. مادرم تو اتاق پنج دری به رحمت خدا رفت. همین شماها رو تو این خونه زاییدم. زینت داداست تو همین خونه پسرتو داماد میکنی. تو همین خونه هم خودت سرسامون میگیری. تا چشم حسودم گرشه. گوش به حرف اینام نده. این میخواد دخترشو به جای پوری به آقا مرتضی غالب کنه. اونم بچه هست عقلش نمیرسه. مرتضی همینجور واسطی هرچی دلش میخواد بگه. فرمال خواهم من شوهر نده نمیخواد. من شوهر نده نمیخواد. منم نشه خواهرم رو رجوش درستکی نمیذارم. همین درستکی 25 سال خواهرتو نون داده. مرد شور اون نونتو ببرن که من 25 سال عرق ریختم و خجالت کشیدم که شوهر خواهرم درشکچی بوده. مگه عیب و آره بابام پشت درشکه داره. پوری تو دخالت نکن. من اگه شوهر اگه ما بسرن نمیتونم منم شوهر کنه. تو هم اگه پشت گوشه تو دیدی پوری ندیدی. پوری پاش برو تو اتا پاش برو. پوری نام صدمه هیچ که نمیتونه چلو عروسی ما رو میگیره. در عقل من باید رضایت بدم. این انگشته میبینی باید بزنم پای سند عقل. نمیتونم به درد مثل این چه دختر قطعه. آقا مرتضی همین امروز اساسیتون رو جمع کنین. دست مادر و برادرتو بگید بیا خونه ما. بیاد خونه شما که دختر رو بهش قالب کنین. دختر من نجیبه. هنوی هیچی روشو ندیده. مگه دختر من نانجیبه. بیا ببین پشتن دختر تیکی ها میگن. هنوز تیکی نشده با آقا مرتضی میره سینما. خوب کردم رفتم سینما. به شما چه؟ ماه با چه پر رو تا چشم گوش دخترمون باز نشدی ببین. به نظرم همین احمد کنده خوشی با آقا مرتضی لو داده. بریم حسن جون. بریم حسن جایی نکن جون. فکر روح مرحوم پدرت باش که از این کسافت کاریای شما معذبه. آی زینت سادات، زینت سادات، به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهر توه. روح شوهر تو معذبه. آی زینت سادات، به صدای من گوش کن. وای به حالت اگر به روح شوهرت خیانت کنی. آی زینت سادات، به صدای من گوش کن. این صدای روح شوهرت ها. مرتضی حالا چی میشه اگه بابام با خاله عروسی کنه؟ تو همین حرفو میزنی؟ آخه بابام رو دنده لج افتاده. میگه تا آقا مرتضی رضایت نده من به عروسی شما رضایت نمیدم. اگه اونا زن و شوهر بشن ما نمیتونیم عروسی کنیم. برای اینکه خواهر برادر ناتنی میشه. وا بله فکرشو بکن. اگه بچه دار بشن بچه اونا هم برادر منه هم برادر تو. ای به خاک به سرم. راست میگی. یعنی هم برادرم میشه هم برادر شوهرم. من هم برادرش هم شوهر خواهرش. معلوم نیست باید داداش داداش کنم یا آیزنه. بچه ما واسه پسر اونا هم خواهر زاده هم برادر زاده. پسر اونا واسه بچه ما هم عموه هم دایی. این اصلا نمیشه. خلاف شهره. راست میگی. بابا مگه بدونه هیچ وقت همچی کاری نمی کنه. من بهش میگم. یه سند بنویسم آقا؟ نه آقا جان،
آقا 4 دستگاه درشکه دارن میفروشن به اون آقا به مبلغ 12,000 تومان. این یه سند. بله. یه سند دیگه هم تنظیم میکنیم که آقا تاکسیشونو میفروشن به این آقا به مبلغ 12,000 تومان. بله بله. پس شما بفرمید مشخصاتتون رو بدید. تا این سند تنظیم بشه من یه مسئله هم خواستم از شما بپرسم. بفرمایید. یکی دخترش میخواد بده به یه پسری بعد مادر اون پسر رو خودش بگیره. این شرطیش اشکالی داره؟ ببینم بیمار که نمیخورید ها؟ یعنی چی؟ هیچی. یعنی منظورم اینه که برای جاری کردن عقد قطعا ما رو دعوت میکنیم. بله. آه انشالله که مبارک است. از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد. بفرمید سیگار. دست شما درد نکنه. ننه میخواین اتاقا رو ببینم؟ خیلی خوب بیان ببینم. یا الله آقا السلام علیکم. سلام از ما. آقا اومدن خونه رو ببینن. سلام علیکم. علیکم. میخوام واسه پسرت اینجا عروسی بگیرم. این خونه واسه همه شگون داره. واسه ما که شگون نداشی. زن خدا بیامرز هم همینجا نفس آخرش کشید. بفهمم. بیا. بفهمم. یا این هست داد. جلو این یارو همش از مردمی باید صحبت کنیم. همین چی میگن؟ اتاقاش که خیلی کوچیکه. حوضش به اینه داد جد آباد زن من همشون اینجا سرشون زمین گذاشتن. خدا رحمت کنی پدرم تو همین ایوون تک و چونشو بست. مادر خدا بیامرزم تو همین اتاق پنج دری چونه انداخت. مادر آقا خدا بیامرزم شوهر همین کنم همین دیگه شما باید این آقاشو گذاشت و گوست مد سرش خورد به سنگ آد جا به جا نفس آقاری کشت. خب قسمت خوبه. خب تو هر خونه مرگومی هست اما اینجا بیشتر عروسی بگیم. خواهر خدا بیامرز دونه بگیری که همین دو کک چونشو بستی. همین حوضو میبینی؟ ده تا بچه بیشتر توش قبل شده. اون طرف بفرم اون برادر ناکامتون رو بگیم که از رو پشت بون خودشو با مغز با کله انداخت. بایی این حرف رو واسه چی میزنین؟ شما چه بخواین چه نخواین من این خونه رو میفروشم. تو چه کاره که این خونه رو بفروشی؟ حالا میبینی این خونه نصفش مال دختر من نصفش مال زینت داد. دختر من که فروشنده نیست. زینت داد شما فروشنده. بله که فروشنده. من تو این خونه به دنیا اومدم تو این خونه عروسی کردم تو همین خونه هم میخوام بمیرم. یادگار پدرم رو نمیفروشم. کجا داری تشریف میبری؟ این خونه به درد من نمیخوره. سرش به عباد جدا میکنی؟ چطوری جدا کنی؟ از وسطش دیوار میکشی. اگه صد دفعه بسازی باید خراب میکنم. من شرایطه همچون بیا وسط حیات دیوار بشی. سهم خودمونه. من میخوام دیوار بشیشم صد دفعه که خراب کنی بازم میکشم. آخه تو فکر نکردی که مستره مونده اون بره دیوار در حیات مونده این بره دیوار؟ مگه اول ما خره قلب خرابه؟ آخه مرتضا بابا جونم راست میگم. که نمیشه وسط خونه رو دیوار کنی. این خونه رو باید بفروشی یا وسط چه دیوار میکشی؟ من یا این دیوار رو با دست خودت خراب میکنی یا فردا سرت میتارشن میبرن نظام دیده. متولد چه سالیه؟ متولد 1329. مرتضای سمندری فرزند مصطفی. مرتضی فرزند مصطفی شهبت سمندری متولد 1329. معاف تو قره کشی معاف شد. نمیشه دو دفعه قره کشی کنی؟ نه خیر آقا بفرمایید. نفر بعدی. سرکار من مادرم مریضه میتونم سال دیگه بیام خدمت؟ دست ما نیست آقا تو قره کشی انتخاب شدی. بفرمایید نفر بعدی بیا چه. اکبر خان سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سیبیلا رو در مرتبه گذاشتین. بفرمایید برسونم تو. بفرمایید. من سوار درشکه نمیشم که نمیشم. درشکه تموم شد تاکسی خریدم. هر کم بهم بگه درشکه چی دهنشو خرد میکنم. درشکه چی تو هر لباسی باشه درشکه چیه؟ تا یه خدافظی هم نکرد. زهری رو باید تو آرشیو بندازی. دسته دیگه بذارم. چرا؟ آخه میدونی آقا مرتضا از این دسته خیلی بدش میاد. یا آقا مرتضا چه کار داری؟ چارلیواری و اختیاری من از این دسته باشم. نه اون رادیو رو بدونم بدش من.
بچه مایی تو مرز داری؟ نمی داداشو که شیلی دوست نداره واسه اینه که اوقاتش کم شده. خب به من که دوست نداره، من دوست دارم. چیزه؟ چیزه؟ واسه این که نباید این شعر رو دوست داشته باشی. بوی یه چایی واسه هم بگیرم. بهتره یا من بدم بیادم؟ ولی تو کدوم مهمتره؟ برای من هر دو تو هیچم از این دعوا خوشم نمیاد. این دعوا رو بابات را انداخته. بابا ما میخوام بریم سر کارمون. زود باش. ببین پوری جون سعی منو دوست داری باید دور بابات قلم میگیری میفهمی؟ آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ اگه مرحوم پدر زنده بود من یه همچه حرفی میزنم تو چی میگی؟ اصلا برو برو اینجا من از سرینام بادو بینام خب برو در بزن بابای من ای مثل بابای تو بود اصلا باش حرف نمیزن حتی نیگاه شما نمیشن آقا مرتضی هیچ خوشم نمیاد پشت سر بابام اینجوری حرف بزن باید که اومدی اینجا دیگه نمیتونم بایستم بیا ببینم همینطور میرن و تو میشینم خیال میکنم اتاق مهمون خونه هست پولی اون زفر رو دفعه بزن یه ساعت میرن و تو بس میشینم دلم برو لب باخچه بکن میرم زود باش پوری سفر رو بذار نه خواهش میکنم پوری جون جونو من آزان جو این جونم اسم من چی آقا خواهیم نداری همون که تو داره کارک میکنی واسه من بخش رو بخش یه دان تو یه دان تو آه تو یه اینکی بینام بیه اینکی بینام توف کن توف کن میکنم توف کن نه آب نبا تو توف کن ها درسته گوشش داری؟ درسته گوشش داری؟ چه؟ چه گوشش داری؟ ها؟ چه؟
چرا این طفل معصومایی؟ آه در شما چه برادرمه؟ دارم میخواد به سلمش ایشکم نمیشه آه برادر بشن قبل زمیش مادر جان، با افتاد پاشده شروع کردی؟ شروع میکنه که صبح اول صبحی به این بچه آب نباس میده آب نباس دادی؟ این که دعوا نداری؟ نه نه، شما برو تو تاخته خارت دکو ایشکر نداره به داشت من آب نباس بده ایشکر مغ نداره باسه نداره تخمه بخره برو تو تاخت سمی برو بولی، اون پاکت تخمه بده دمه چه معنی داره؟ چه معنی داره؟ ای من چه میدونم؟ برو از خودش بپرس زورش به اون نمیرسه سر من داد میزنه حتما یک کاسه زیر نیم کاسه هست شایدم دو طرف هست نخور نکسه چرا؟ گوش کن تو الان خیلی زوده که بفهمی چرا داشت که بد تو رو نمیخواد تو هرچی بخوای من برات آب نبات میخورم واسه شما هم یه گونه تخمه میخورم به شرط که آب نبات تخمهاشو بزنی تو صورتش اصلا آقا مرتضی این حرفا چه معنی داره؟ گلم علی خان کم به تو مهربونی کرده که حالا اینطور پشت سرش حرف میزنی؟ اون مهربونیاش همه رو نقشه بوده واه 22 سال رو نقشه به تو مهربونی کرده واسه یه همینی؟ بله خانده ای میگفت که از روز اول به تو نظر داشته اونتا پدر خدا بیامرز هم مثل شیر بالا سرش بوده حالا که اون سرش گذاشته زنین این سر بلند کرده اصلا از کجا معلوم که قاتل پدر من نباشه ها؟ پاشو پاشو خدا عقلت بده اون روز که تو غلام علی خان کرج بودیم یه ساعت بعدش رسیدی شاید همین یکم رو نقشه بوده موضوع چی خریده بود ها؟ بگو غلام علی خان تموم شده ره پوست موضوع اندخته جلوی پله ها بعد شبونه من ورشه برده کرج که ایسی کام کنه ببین چجوری واسه خودش میبافه پوست موضوع اون خدا بیامرز انداخت تو حیات و به زودم پاشو گذاشت روش لیز خورد اون اتفاق افتاد نه نه واسه چی اینقدر داشت طرف دیری میکنه نکنه راستستی نکنه نه نه بیا چایی تو بخور بی خود اوقات تو تلخ نکن بعد از پدرم بخوای بری زنیه درست کچه بشی نه نه درست کارشو فروخته تاکسی خریده اگه تیارم بخره باز درست کچه هیچ کس نمیتونه جای پدر منو بگیره آره مادرتو بچه داره فرار میکنه پدرمو رفتی پدر شدی حالا مادرمو میخواد بره کلفتیه درست کچه بشه یه جور چی یه درست کچه تاکسی چی؟ درسته چی؟ تاکسی چی؟ درسته چی؟ تاکسی چی؟ درسته چی؟ ای پشت تاکسی هم بشینه باز درسته چیه؟ ننه، تو درسته میخوای بری کنسرت بشی؟ مجونم، میخوام یه کاری کنم که تو بابا داشته باشی مگه بابا ندارم، مگه از کربلا نمیاد؟ نه، دیگه بر نمیگرد حسن جون تو گلوم علی خانو دوست داری آره خیلی از بابا من بیشتر دو تا سیلی بذار تو گوشش که برق از چشمش بپره مرگی موش بریش تو غذا این کارا چی یادش میدی؟ دست مادرت رو بگی این خونه برش بیرون نمیاد نصف خونه من خودشه بینم مادرت هم میخواد زن این بابا بشه آره امروز پی بردم که بعدش نمیاد پس هیچ کاری نمیتونی بکنی عین من چرا یه کار میتونه بکنه ها چی کار این بابا رو باید جلوی مادر سیاش بکنی چطوری من این مسکا با دو تا وردستش ساز و ضرب هفتش بطری عرق یارو رو حسابی پاتیلش میکنین اون وقت ننتا ورش دار بیارون نشونش بده Thank you.
مشکله الهی نمیری. نترسونم دیگه داشت کتکت نمیزنه، میتونی به من بگی بابا. آخه نه نه هم میزنه سینه صدا بری خب لبا چهتونی کردی کتک خوردی بابا. آقا مرتضی من حاضرم کاراتونو بکنی، خرید مریدتونو بکنی، پس فردا بسا تعقد را میندازی. قربان خان ما هنوز بابت مهر و شیبا هم اونم با هم کنار میاد. هرچی تو مهر پوری بکنی منم مهر زینت صداد میکنه. باشه این دیوارم برش داریم دیگه. آره خرابش میکنم. فعلا خدافظ. خدافظ خدافظ به همون خدا زینت صدا اولوخ دارت بابا زینت صدا زینت صدا حسن اینجوری ننه چشه نمیدونم بچه جواب من نمیده. به نظرم از شما بعدش میاد. از کجا فهمیدی تو؟ هیچی آقا گفت اگه این رفتی دیگه به شما بگم بابا جون پوستم رو میکنه. یه جونم بیا این هفتی دیگه بیا بیا برو تو کوچه قشنگ بازی کن. بودو بودو زینت صدا زینت صدا یه خود از اون آب خوردن بدیم بخورن این پارچه آب داره؟ نه خیلی زینت صدا شما چرا همچی میکنی؟ زینت صدا باز این کمرم از ضربه خورده تا بچه ها نیومدن یه خود از اون ملهم یه ریخ باشه. دوست باشیم تو اتاقتون بگرم من چیخ میزنم و همه همسایه رو خبر میکنم. دمه در اتاق من چی میخوایی؟ شما چتونیه؟ گفتم کمرم درد میکنه خود ملهم ببالید دیگه. کمره تو ببر بده به همون زنه زلزبی که مسئله های یقل باشون میرخصیده ملهم بمالن. دادشم حق داشت که میگفت این الواز اخوری لیاقت تو رو نداره. زینت صدا با خدا گولم زدن همش تحصیل این آقا مرتضا. آره تو خودت همه دنیا رو رنگ میکنی. زینت صدا رفیقای آقا مرتضا منو گول زدن، به زور به ام دوا دادن، منو پاتیلم کردن.
او خدا تو موه سفید خجالت بکش. زهر ماری رو به زور به حد زدن. او عدو اثارم زورکی بود. بذار بگم که تا شد. بذار اصلا نمیخوام حرف بزنی. یعنی چی میتونیم بگی؟ همه چی رو دیدم. با دو تو چشمه خودم دیدم. زینت رو داد به جد اثرت قسمی چی آدم بگم. جدم کمه بزنم اکی تو رو حالا کجا داری میری؟ همه چی آدم بگم. خب ای ماما حرف نزن. همین الان میرم جدشم و میرم اینجا تصویب این خونه رو یک سنه کنه. ما نمیتونیم با آدمی که معلوم نیست چند جور مرض داره تو یه خونه زندگی کنیم. آه من کیم؟ بابا آب نبات ندارم بهت بدم دیگه هم نمیتونم بابات باشم. چرا؟ دیگه منو دوست ندیدی؟ چرا؟ اما اونای دیگه منو دوست ندید. چرا؟ شیطون گولم زد دونی یه کار بدی کرد. چی کار؟ شیطونی کردی؟ این شیطون خیلی کلکه. یه وقتی منو گول میزنه شیطونی میکنم ننم میگه دوستت ندارم اینقدر حرسم میگیره. خب وقتی میگه دیگه دوستت ندارم اوقاتش تلخ میشه. اون وقت تو چی کار میکنی که دو دفعه دوستت داشته باشی؟ حرفش گوش میکنم کمکش میکنم هر که میره دنبالش میرم. اون وقت منو مست میکنه میگه حالا چه دیره پاک آقا. خب باش بریم باش بریم. کجا؟ خونه خاندهی میریم. بطوری زود باش. مرزونه تو برم منتظر دستم دیرید از دست تو بوی بلوم بره بری بعد دفت تو یکی نمه که نمونه ها برگی رو گره کنی دستم رو بکار نخرمون گرفت زیرت با قلومدی مثل کارد و پنیر شدن. من وقتی بهت میگم تو این چله یه چیزی هست. خب وقتی من تو چه فایده داره؟ سند خونه رو میفروشن زینات هستن میان بابان گردن ما بیدن یه مفهمیدی. آره به کنه نقشه پی نبردی. زینت که دست رد به سینه قلومدی بزنه قلومدی پوری رو به مرتضی نمیده. مرتضی هم حسش میگیره و به ما پناه میاره. ما هم طرفه دست زلیل رو میذاریم تو دستش. بودو به زلیل بگو خودشو صورت آزاد کنه. بودو بینم زود باش. یا یا هی سب کن سب کن بذار زلیل رو در باز بکنه. زلیل زلیل تر بازش خوب نیست. تو نمیفهمی. بس چرا میفهمی؟ برو تو هم برو سرتو شونه کن پیرنتو عوض کن زود باش. سلام علیکم زنده. سلام گل گلاب چه عجیب. سلام زنده. سلام چه عجیب مشتر نبوندی دو اومدی همین رو من بگیم. میدونی خانده من خودم اومد اینو شما میدونم. اگه شما به نقشه های عریگر کمک نمی کردیم من به یه آسلیم نمیتونستم با پوری عروسی کنم. اومدم از دستم تشکر کنم. اکبر خون اکبر خون بلنشو بیکاره دارم بلنشو بیا. خاک بر اون سرت با این نقشه. ببین چی داری به این دختر بیچاره تو آوردی. پسر عمل پسر دایی پسر عمون پرس خواستگارش بودن به هوای این رد کردی. وقتی میگم تو این کله یه چیزی هست تو این کله خاک عرق خاک بر رو سرت کنن که از اول عمرم هر چی کشیدم از دست چند کشیدم. برو زری در رو واکن. من نمیرم. کاش خدا منو مرگ میداد که از دست هر دوتون راحت میشدم. خدایی خانده داشتم کجا؟ نه سلامی، نه علیه چی خانده داشتم کجا؟ امروز همه خاندایی خانده داشت میکنن. این خونه باید امروز فروخته بشه تا اصلی هم از بابای منو بردارین بیارین اینجا. چی رو بردارم بیارن اینجا؟ من دونجا کار بگذرا؟ من با شما حرف نزدم. پیش برادرم نرم، پیش کی برم؟ چیشی؟ چی رو هم؟ چی میکنه؟ تو دخالت نکن. نه بیا بریم خونه، من خودم ترتیب کارو میدم. خاندایی بعد مرحوم پدرم من امیدم به شما بود. خیال میکردم شما خیر منو میخواین. اما امروز فهمیدم که کور خوندم.
منم خیال میکردم خار زدم جوونه بی قلق و قصدیه، آرزو داشتم دومادم بشی، اما بعد از اون کلکی که درست کردی فهمیدم تیکه ما نیستی. من شما خودتون به من یاد ندیدید؟ من یادت دادم یه عبیگره؟ نفسش شما نفسش هم عبیگره، منم اون کی بعد شما زد را؟ رفشو همه دوزه کرکار رو جور کردی، آخر سرم به من گفتی زینت ورد بیار زرد و که غلام علی خان بیچاره رو خرابش کنی. مرتضی این کارا چیه که تو میکنی؟ این کارا شما میکنی خوبه؟ ما چی کار کردیم؟ با یه پسر به این گنده که میخوایی بری شوهر کنی خجالت نمیکشی؟ خجالت تو بکش که واسه به نظر دوز و کلک جور کردی. خجالت همه تون باید بکشین که سر تا پاتون کلکه. تا پیروز با من همدست بودی، حالا که فهمیدی با پوری عروسی میکنم این حرفا رو میزنی؟ بذارین آب پاکی رو دست همه تون بریزم. ننم نباید شوهر کنه، پوری رو میگیرم، دختر شما رو هم نمیگیرم. گرمی نداره مادر جون، تو سر سنگ بزنی شوهر پیدا میشه. من نمیذارم ننم شوهر کنه. اصلا بپاکه، من برادر بزرگتر دارم. راست میگه، تو چی کاره ای دخالت میکنی؟ من باید بگم شوهر بکنه یا نکنه؟ تازه غلام علی خان به شرط من پوری رو به تو میده. واه 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 چه بی حیا. زنم شوهرم تو تا الان چشم و گوشت باز میشه مادر جون، برو. من خواهرم و شوهر میدم، تو هم هر غلطی دارت بخواد بکن. همین حرف آخرتون همین بود؟ منم همه تون رو نابود میکنم، دست پوری و داشتم و میگیرم، از این شهر فرار میکنم و میرم. آقا مرتضی این حرفا چیه میزنی؟ اینا میخوان آبروی منو ببرن، من شارک خودم رو میزنم، همه شون رو میکشم، این خونه رو آتیش میزنم. پس عروسی ما چی میشه؟ میدونی که شرط بابام چیه؟ چه خبرته؟ مگه سگ هارت گرفته؟ دلم خواست شوهر کنم، اگه زن غلام علی خان نشم اونم پوری رو به تو نمیده. راست میگه مرتضی جون، چرا نمیخوای بفهمی؟ اصلا میدونی چیه؟ بگذرم، خودم نمیخوام. بیا هیچ کدومتون رو نمیخوام. هیچی برو بابا، میخوام سر بتنه هیچ کدومتون نباشه، همه تون دست به یکی کفی که آبروی منو ببرین. میخوام سر بتنه هیچ کدومتون نباشه، میخوام دنیا نباشه. آقا مرتضی، آقا مرتضی، آقا مرتضی، تو رو به جد مادرت بایستا. آقا مرتضی، آقا مرتضی. بوری چی؟ چرا گریه میکنی؟ حتی گرده سرکو تکیش کرده، نبینی که اونو بود. بیاریم تو بیرم، بیاریم تو آزمونه. پسرهای بی حیا، همه تونو میکشم، خیال میکنه ما شیپیشیم. سلام علیکم اکبر خان. سلام علیکم، بفهمه. بفهمش چی شد اکبر خان؟ هیچی بابا. شما بگین زینت صدا چی شده؟ نمیدونم، کاش که اجاقم کول بود، این طول صد پس نمی افتاد. باز آقا مرتضی چیزی گفته؟ بچه ساکتی؟ بچه هیچی نمیگی؟ پوریتا بگو بینم چی شده؟ هممونو به فوش کشید و رفت. بابا جون من بدنام میشم، اسم آقا مرتضی رو منه، میخواد هممونو بکشه، خونمونو آتیش بزنی. لا اله الا الله. بابا شما وایستادین تماشا کردی، همش تقصیر خودمونه. هی دندون رو جگر گذاشتیم، هیچی نگفتیم، دعوا کرد بودیم، جوون عقلش نمیرسه، بعد بیراتیم جاهله نمیفهمه، مثلا خونه رو دیوار کشید گفتیم انشالله گربت، حالا میخواد خونه رو آتیش بزنه. باید جلوش بایستاد. یه جوونی که هنوز دانش پوشی میده که عقی داره واسه با تکلیف معلوم کنه. من همین الان میرم اون دیوار رو خراب میکنم، اصلا میریم محضر، عقد میکنیم اینم چه غلطی میکنم. غلام علی خان بچه من دیوونه است، یه وقت یه بلایی سرمون میاد. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. میترسم یه بلایی سر خودش بیاره، هرچی باشه بچه‌مه. بابا جون میترسم خودش رو بکشه، یه روز دیگه صاف کنی من باش حرف بزنم شایدم راضی نیست. بفرم مرگ موش دم خطرناکیه، ما به آدمایی که نمیشناسیمشون نمیفروشیم. ما رو که میشناسن. اختیار دارین آقا مرتضی، یه قاشق چای خوری از این سمت 100 تومن میشه. خب چقدر بله کنیم؟ یه تومن. بفرمایید متشکرم. این ما رو نگین حلالمون کنین. خدا حافظ. میخوای ما رو بترسونی آقا مرتضی؟ دم دست بچه نذارین، خیلی خطرناکه. چش. خدا حافظ. بله. کجا؟ بریم خودمون رو صفا بدیم. امروز سفر کردم با تو می بزنم. دب کنی دب کنی، بلنگ اولو میخوام با خودم بزنم. یک دو سه دیوان برو که دیگه سرد نشی. میدونی چی دلم میخواد؟ دلم میخواد یه ساعت عشقم جارو کنی، یه دونه آجرم باقی نمونه. دب کن. با مرجقه رفتن نهار بخونم. کجا نهار میخونه؟ تو قهوه خونه. ممنونم خدا. سر شهر اون اغذیه فروشی هم یه نگاهی بکنیم. این همه خانم سلامتی. مرتضی جون بسته دیگه، یه بطر به سلامتی من خوردی. باشه بازم میخوام بخورم، آخه دارم میخواد که این دنیا یه نفر سلامت بشه، اونم مرد جغله.
از سلامتی هیچ کس دیگه نمیخوام بخورم. تو امروز چته؟ چرا اینجوری عرق میخوری؟ میدونی دلم خواهد پر بزنم برم اون بالا بالا ها. موسیقی ها یه پنج سیری نمیخوا. آقا موسیقی کجا میری؟ تو همجا میشین حالا مو اینجا چی میخواد؟ دفع خاک میسرم ببینیم خونه حالت بده. میگم اینجا چی میخواد؟ آقا مرتضی این کارو چه میکنی؟ هیچ فایده ای نداره. بابام با زینت‌زادات میخوان برن محضر. حواست با منه؟ آره بگو. میخوان برن محضر عقد کنن. خب برم. تو هر کاری بکنی خودتو سبک کردی، آخرش هم مجبور میشی باشون آشتی کنی. پس بی خود خودتو کنف نکن، بیا خونه صورت همه رو ماچ کن، بذار با رضایت خودت باشه. تموم شد؟ آره میای. آره میام. شب میام ترتیب همه چی رو میدم. موسیقی ها پنیسی چی شد؟ بعد گفتش که شب بیام ترتیب کارو میدم. همش هم لبخند به لبش بود، انگار نه انگار که توری شده. میدونستم بچم یه خورده شاف شورتی هست اما قلبش پاکه. ننه مرده. باش دلم هر ریخ پایین. مرده چه؟ برو گم شو. خب مرده من به تماشا کن دیگه. آخه مرده هم مگه تماشا داره؟ بیا اینجا. کجا میری؟ کور شده؟ یه فاتحه بخونی ثواب داره. بابا الله رب الله على ملت رسول الله صلى الله عليه وآله وفرد أنبياء الله إن الله بصير بالعباد وجعله فمن الله واحد إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. اسمع افهم يا عبد الله ابن عبد الله. على انت على الاحد الذي فوضت له عليه شهادة لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين أن علي أمير المؤمنين وسيد الوسيين أن أؤمن سرد الله طاعته على العالمين فأن لا حسن بالحسين علي الحسين محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. چرا گریه میکنی کوچولو؟ ها؟ پس چیکار کنم؟ بیا بهت پول بدم برو بستنی بخرم. باشه؟ بیا. خونم رو نمیتونم بدم. چرا؟ اون اومده. اون کیه؟ مامانم میگه باباته اما خودش میگه من هیچ کسی تو نیستم. هر وقت میاد خونه من از خونه بیرون میکنه. خیلی هم قایب بدم و میزنه من ازش میترسم. خونه هاتون کجا هست؟ اونجاش. بیمارم بیمارم خونه چادر نمیخواد بعد عقد میکنین دیگه. سلام. نه اشکی خوشحالی منم خیلی خوشحالم. همه خوشحالم. اگه زودتر از خری شیطون میامدی پایین اینقدر درمسته نداشتی. خوب درست دیگه زن و شوهر میشه. مگه نمیری تو؟ میخوام دستت هم بشنم تو برو من بعد میرم. نه از تا
اصلا اینقدر آروم شده مثل یه وردی یه جوری با یه حالت روحانی جواب سلام منو داد که تا حالا از آقا مرتضی ندید. الحمدلله این اطلاعات کارا داره رو غرا میشه. بابا خدا باد. نه نه در دیگه کتکه نمیتونه بیا بابا جم بیا بابا جم بکو بکو بابا جم مامانی سلام 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 ننه سلام تو به اونقدر دیر اومدی بیا 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 سلام داداش دیگه اگه بگم بابا جم منو نمیزنی مثل اون وقتا نه اون وقتا تمام شد همه چی تمام آره بابا گذشته ها گذشت دیگه روز از نو روزی از نو خب آقا مرتضی پسرم حالا دیگه میتونیم مثل دوتا مرد با هم صحبت کنیم کجا میرید این اصلا میرم ببینم آبگوش سر نره حسن پاشو بیا نه بگی بیشون محف یواشکی نمیتونی هستی یا بیشون حضوری صحبت کنیم بگیشون تو برو با آبگوش سر خدا مرگم بده مثل اینکه حالش خوب نیست چشی؟ از اونو خورده بچه خوب این سره بیشام زمین بذاره بی پیش خودم بشیم خوبی بی این سر سر این گوشت شما دیمان بکنم بگم دلیتی نکنی اون خود کن بچه گوش نشه بابا بی بخود نه همه با هم میخواد آقا مرتضی بفرمایی Thank you.
خدا عمر دوباره به مادرت داد آقا مرتضی. بابا Thank you.